به نام خدا. السلام علیکم وطنداره خوب، امیدوار هستم خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین و آرزوی صد سلامتی به همه تان دارم. برنامه رنگ زندگی با ما سالات و خدا را از آن بار شکر که یک روز دیگه بر ما فرصت داد که چشم باز بکنیم و نفس بکشیم. ما در کوچه خاله‌گل قرار داریم و هوا سرد است و در هوای سرد بدن ما شما نیاز داره که غذای خیلی قوی نوش جان بکنیم. امروز بخیر پلان است میریم به کبابی خاله‌گل، یکی از مشهورترین کبابی در شهر مزار شریف که واقعا کباب بسیار بامزه و لذیذ آماده میکنه. بین بریم با ایتساب صحبت بکنیم که روزی که کباب خاله‌گل قدر نامدار قدر شهرت داره چی است و چگونه کباب را آماده میکنه. حتما براتون در موردش بیشتر خود ایتساب براتون گفتن. ایتساب دیگه امیال سر کره است، مصروف پختن کباب است و ما سر چاشت از گیرشان کردیم. البته امروز میخوایم واسه برفی کنیم. السلام علیکم حاجی صاحب. علیکم السلام. من پیشتان بیم امروز برفی تان کردیم. شما خوب هستین؟ بخیر. سلامت صحتتان خوب است؟ جان تان جور است؟ بخیر هستین انشاءالله؟ شب روز بخیر میگذره؟ بخیر هستین بودین اینا... انشاءالله برفی جانانه دارید دوستان؟ امروز برفی کردیم شما. سلامت بشید. خوش آمدیم به برفی. خوش باشین. بخیر شما چطور خوب هستین؟ زر سفید است. بله بدون شک. قدیما میگن که افغانستان بی زر باشه بی برف نه. بی برف نباشه. خوب آقای صاحب کمی که از کاروبار قصه کن، چطور کاروبار چطور پیش میره؟ شکر الحمدلله خوب پیش میره. آها. خب خدا رو شکر. چطور از مشتری ها در هوای سرد بیشتر میان در هوای گرد؟ خوب است ماشاءالله. ما در هوای سرد هم مشتری ها میان، هوای گرم هم میان. باز روی هم رفته کباب ما دیگه کمک حال خود تعریفی نشه مشهور است دیگه. ماشاءالله هموطنان ما میان لطف کرده کباب تهیه میکنیم. خب خب بسیار خوب. خدمت شما هستیم. امروز چطور که سر کوره میذاریم؟ امروز نه من تایم چاش سر کوره میباشم. دو تایم دارم، یکی پیش از شده یکی بعد از چاش. آها برادر. بله بس کباب شما پخته میگید دیگه مزهش خوبتر بهتر است. والا دوستا هم تو میگن دیگه، گرچه ما خود تعریف نمیکنیم خب تا از اینکه یک کمی سابقه کار ما بیشتر میشه بنان دوستا میگن که کبابی که حاجی عنان پخته میکنه یک ذره مزه دارتر است. ولی اگر کباب یکی است که بازم دوستا دیگه اخلاص میکنن. خب بخیر و سلامت باشین. امروزی که ما مهمانتون هستیم شما را برفی کردیم. ما را برفی کردیم. چطور غافلگیر کردین؟ برف گرفته آمدین ما برفی شدیم و به خبر. امروز دیگه دوست داریم که بر ما هم راز اینکه کباب خاله‌گل قدر در بین مردم مزار شریف شهرت پیدا کرده کمی که معلومات بگیریم. فضل خدا کباب ما خوب کباب است. کمی زحمت سرش میکشیم و در ضمن مردم هم به اخلاص روش جام میکنن. شما قدر میتونید که با اخلاص یعنی اخلاص مردم است که همین کباب مزهش زیادتر میشه و خوش میکنن انتخاب میکنن. شکر باد در مجموع مزار ما در جمع افغانستان ما غذایشان خیلی عالی است. خیلی عالی است. در هر نقطه دنیا که برین میگه غذای افغانستان بسیار خوبیش است. بله بخصوص بله. سمت شمال دیگه. بله بله دیگه بنان به من اصلا گوشت خوبیش است. آب و هوای وطن ما شما خوبیش است که همین گوشت رو مزه میه. یعنی طبیعی است. گوشت طبیعی است. بله. آیسه بده فرزمیم بگوین که چقدر زمان بشه که کار کبابی را میکنین و چطور که به طرف کبابی رو آوردین؟ بله کار کبابی را خو از ما از پدر و بابا مونده تقریبا اگر سرجم بسازیم خو شاید در قرن خود نزدیک کنم. بسیار خوب ماشاءالله. پنجاه سال بیشتر از 50 سال مقام مطرح کنه قبلگاه ما را مرحوم خلیفه عبدالسلام کبابی اونا بودن در شهر مزار کباب تهیه میکردن برای وطندارا. میگه بعد از خواهی که از اونا بود ما شکر سه برادر هستیم کسب کار را پیش بردیم. الحمدلله راضی هم هستیم. وطندارای ما هم راضی هست. خب نام خدا نام وطکار بارتون برکت بیشتر باشه. سلامت باشه. و هیچ طور کسی در افغانستان چه در مزار چه کس پیدا نشه که تانوز کباب شما رو جان نکرده باشه. یعنی هر کس که شما پرسان بگین اتبا کبابتون رو جان کردن. بخیر باشه. لطف احسان خدا جان هستیم. امروز بر مام یاد میتین نمیتین امین سرش که چطور بیتم یک کباب خوب با مزه تیاز بکنم؟ برادر برادر ایدمی پالوان خوب همه چالا یاد میتم مگم یک چالا باز خودش نگاه میکنه
کامنت ها به شما هم باز خوش برتون یاد میتین که تو برای خودمون بله این کسایی که بیننده هستن چه بیننده‌های عزیزان دیگه اولا خوب برشان سلام تقدیم میکنیم بعد از سلام بازیتون نمیشه دیگه یک شاگردی بکنن بیان کمی زحمت بکشن که تا یاد بگیرن ما خوب شکر از قبلگاه یاد گرفتیم دیگه ما خوب فرزندهای ما هم دمی کسی کار هست خب بسیار خوب بسیار خوب تایمه کاری چطور است حاجی صاحب؟ از کدام ساعت تا کدام ساعت هستیم؟ همونطور ما خبر شدیم 24 ساعت میگه نه رمضان داریم و نه عید داریم نه برات داریم نه نورد هم شب وقت فعالیت میکنیم سلامت باشه نخیر او بخدر هم چی نیستن تا اینمی نظر به اقلیم دیگه بعض وقتا آفتاب زود روز واس میشه مثلا در روزای تابستانی ساعت های 6 بجه آماده میشه در روزای زمستانی 7:30 بجه 8 بجه آماده جان میشه کباب آقای صاحب با دستان درد نمیگیره اگه یک ساعت از تقریبا شما فکر داریم ما خود عادت کنیم خوش یک ورزش شده برای تو نیگه برای ما نیمی یک ورزش شده اگر ما فکر نکنیم با دستان درد میکنم خواه بله اینمی وقتی سابقا ماه مبارک رمضان کار رو میکنیم ما میگم ماه مبارک رمضان دست درد بوده بله آیده قبول کنیم که این بنده های دست ما درد میکنم حالی که همی دکار هستم خیلی راحت هستم این مثل یک ورزش برتون شده دیگه خواه بسیار خوب کباب تکه است، شامی است، همین دو کباب دیگه است چهار نوع کباب است خواه خواه بلی ها نظر به تقاضای مراجعین همین کباب چی رو هم ساختیم؟ مرغ هم خواه خواه بسیار خواه کباب شامی تکه است، شامی است، دیگر و مرغ جایتون هم خیلی گرم تا جیسته دمیه هوای شد چقدر میپاره ایجا بخدا والا این بزرستان با دگام وقت بخیر شما یک تابستان هم آمده احوال ما رو بگیرین دیگه یک دکم تعمل نمیشه درجه گرمی حرارت شاید درجه شما این دمایی کوره خب آجی صاحب کیا هستن که سیخ میزنن و طبقه آمادگیش هم میگیرن از واقع شکر سه فرزند من از دمیرن ماشاءالله ماشاءالله دو برادرزاده من هست بعضی مثلا اقاربای نیزی که ما هست ما همکار هست اینا میباشن کار میکنیم و می گفتم یک بار سر بزنیم ببینیم که چطور کباب سیخ میزنن چه قسم آماده میشه بله یا اونو مسئله پشت پرده است چرا نه اونم در داخل گوشخانه میباشه گوشخانه از جای کباب علایده است خواه خواه اونم تا میتونید با شما از دورم تصویر بردارین ببینید چه قسم کباب آماده میشه به خاطر که همه ما این قربان که میشه کل یک کباب میکنن بله. هر قدر که کوشش میکنیم به هر اندازه که میکنیم فقط زمانی که کباب پخته میکنیم سیاه بله. کبود میشه میسوزه ولی بله. اصلا نرم نمیشه همراه دندون جنگ میکنه بله سلامت باشه من برای وطندارای ما یک راز میگم شاید بعضی دوستا هم نگویه امی کباب در قدم نخست پردکشیش درست شود مساله به اندازه که گوشت ضرورت داره اما اندازه استفاده شود گوشت کباب نمیسوزه اگر از اندازه زیاد شد اینمی یک رمز است گوشت کباب طعمش هم خوبش نمیاد و پختم صحیح نمیشه این اندازه خیلی مهم است به خاطر کباب شما را که دمدون بندازی فقط همونطور مثل برف آب میشه در دانت نرم و ملایم سلامت میام از بزرگواری شماست خواهش میکنم خواهش میکنم خوب است به خاطر که در مزار شد بسیار که اساس کباب پخته میگن امی بله. گوشت است امی کره کبابی است بله. امی پکه است ولی این مزار نداره دیگه بله یعنی از دیگه دوستا هم غنیمت است کباب شما خوبش است خوب از مردم و هموطنان ما دیگه لطف میکنن ما را میگن که شما اکثرا به من که باول هستن میگن امی کباب کس به دست آشپز نیاز داره به نیتش نیاز داره اگر نگفتی شما کباب گوشت خلاصو در هر جور پیدا میشه ولی یکی دستپخت یک کس منت یک کس پاک باشه واسه کباب دیگه خوبتر و بهتر میاد یعنی بعضی دوستا همین لطف میکنن میگن که این چاشونه که میگن گفتم چیزی که کبابی که میخوایم مثلا دل ما روش جان میکنیم سلام چطور کدام پنج دقیقه فرصت پیدا میکنه طرف آشپزخانه رو بخوریم یا نه که میگه هست چرا نه چرا نه اگر مصروف هستین مزایما نمیکنم براتون من کارمندا رو خیصدا میکنم اونا بیان سر کوره به خاطر برای مراجعین کباب پخته کنم بسیار خوب شما میریم آشپزخانه از آشپزخانه دیدن میبینیم کباب چه قسم آماده میشه حتما حتما
خب دوستای نام خدا، گیریبار خیلی زیاد است و میمانان مصروف نان خوردن هستن. من میخوام بیشتر باشم مزاحمت بکنم. یکی از وطندارا میجا تازه رسیدن. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ جان تانجور ان شاء الله بخیر هستین. صحتمند هستین؟ چطور که امروز آب هوای کباب صحتتون اومد و تشریف آوردین؟ والله امروز ما اومدیم ما تو یک طرف شهر می اومدیم، گفتیم بیایم یک کباب بخوریم، همینجا باز میرفتیم طرف خونه دیگه. خب چقدر وقت میشه که امروز کباب خالگل آشنایی دارین، مشتریشون هستیم به خاطر خوردن کباب میایم؟ دیگه والله خیلی سال است دیگه اینجا ما کباب خوردن میایم و دیگه کباب بسیار خوب میته، همیشه میجا میایم ما. خب دیگه جام کباب خوردین؟ بله دیگه جام. چه تفاوت داره؟ چطور فرق کرد مزهش که جرم؟ دیگه والا اینا بسیار کبابش هم تیگ نرم و بسیار کباب خوشمزه میتن. دیگه جام ما کباب خوردیم، من تو مزه کبابی رو نداره راستی واقعیش. واقعیت هم تو اگر پس ما بیشتر جو رفتیم خاطر خوردن کباب، ولی کباب خالگل همی که نامش هم میشنه دانه نمه پر میشه. بله این کباب خالگل به نام است دیگه. به نام است دیگه، حتی از کابل و انجام که میه به نام همی کوچه خالگل میهده میشه. و به خصوص سایت خود نگان انسان خیلی نیک هستن، بسیار خوش خلق هستن و اونم خودش هم طبیعت آدم کشف میکنه. بله بله بله، کلش همی شاگردایش هم حتی خودی حاج صاحب هم دیگه آدم های نیکی هستن، آدم های خوش خلقی هستن که میجا میهن مردم. خب راحت نوشک جانتون، انشالله کباب را که میخوریم گوشت جانتون میمونی ما شوین کباب هم نورده برای ما تانوز میاره. قربانتون انشالله میرسه به خاطر که نام خدا مشتری خیلی زیاد دارن. آه مشتری هاشان زیاد است دیگه، حال هم این سال چند بجه است؟ تقریبا 3 و 15 است دیگه. یک کم رو گروبارش است دیگه، وقت به اینجا نوبت هم نیست دیگه، نوبت نیست دیگه. اکثر وقت هم که جا آمدیم یک ساعت نیم ساعت منتظر ما ماندن که بعد اگر جوشون خیلی وسیع کلان کردم، ولی نوزم مشتری زیاد است، باید منتظر بمونیم. آه منتظر میمانی، منتظر میمانی. کبابتون یخ نکنه اما سرد راحت نوشک جان تون بخیر. من رو یوتیوب بیرم کم که کار دارم، امروز ما مهمان اسپیشال هستیم. خب اگر مهمان ما میشین که ما در خدمت. قربان تون نوش جان تون بخیر و سلامت باشین. خب دوستان عزیز، نام خدا مهمان ها خیلی زیاد است، حاجی صاحب هم فضا رو خیلی بزرگ ساخته. یه طرف خب اصلا جای نیست، از خاطر اون طرف نمیرم. باز بخیر انشالله مهمان ها کمی که فرصت شد و من رو جمع میریم. و آید صاحب هم آمد و صندلی را گیر کرده اینجا ششتن. آید صاحب چطور یه صندلی هم مانده نام خدایی نه؟ ما دیگه تایم کاری ما خلاص شد تقریبا. بله هم باز آمدم جای گرم گیر کردیم بیرون هم باز کدام مشتری باز کدام مشتری میاد تقاضا میکنه بین خود نکاب برام پخته کنی یا نه؟ ولو تو وقت شده همی اگر شما بگوین که یک خاطره جالب هم میشه که از روزا همی یک دوست ما خیلی مشتری دایی بودن، اینا یک مدت نبودن جای دور بودن، خوشبختانه که حال شکر همه چیز برابر است آمدن وطن. بسیار سنیم از زیاد سعی سعی کرد، ما گفتم مهربانی کنیم برادر، ما شناختن اونا را باز گفت والا آجی یک خواهش دارم. گفتم بفرمایید. گفت والا چطور بشی سر دخل هم هستی؟ بفرمایید. گفتم ما آمدیم که از دستپخت خودت باید بخورم. او به فکر که از کشورهای دور بودن باز آمده بودن. ما شاید اگر حال صدای مرا میشنون از اینجا برای شما سلام تقدیم میکنم. ما گفتم چرا نه، هزار دفعه باز پایان شدم، یکی از همکارهای دیگر اسفال کرده میجا، گفتم من میرم برای از اینا کباب پخته میکنم، باز پخته کردم. خیلی زیاد تشکری کرد، گفت واقعا که ما بعد از فکر کنم که 8-9 سال بعد آمده بودم، باز گفت اونمو کبابی که من 8-9 سال پیش خورده بودم، من گفت خاطره ما تازه کردیم. باز دین محمد جان از سرش صدا کردم که یک ذره چکابم برشان گرم کردم بیار که ناشی جان بکنن. باز چکابر هم ناشی جان کردن، خیلی خوش شدن. اینی می که ما هم سات ما تیر میشه، روز روزگار ما تیر میشه، هم وطنهای ما میه یک دومن ما میخوره بایشان پرسانی میکنیم. خیلی شکر راضی بود. و جالبه که بمی هست که از افغانستان که در خارج دل علاقه من دارین شما. همین که وطندارای ما شما یک عمر دیگه از کباب نوشی جان کردن، قدردان هستن همیشه. واقعا که بعضی دوستایی که میگن ولی ما خیلی یاد کردیم، یکان داشتن برای از شبکه های اجتماعی از زنگ میزنن میگن ما همین پشت همو کباب دق شدیم، همین کوچه خالگل بچه های منطقه هستن دفت آمد دارن. باز میگن اولین چیزی که در خوراک میگه یادم میاد، باز میگه کاش که کباب آجی هرانم بیجا باشن.
البته کشورهای بله هم کباب دارن، لیکن میگن اینمی کیفیت ما پیدا کردن. و قیمت ها چطور است؟ کباب چند دارین؟ جگر چند است؟ شامی و قیمت ها؟ کباب ما خوشبختانه متوسط است، فی خوراکش 150 افغانی است، امروش یک قاب سالاد داره، چای است، اینمی خدمات داریم، مثلا خوب است، اوقدر زیاد هم خدمت کردن میتونیم برای مراجعین و بازم مشتری هم شکر راضی است، این قیمت هم مناسب است، الحمدلله همین 150 افغانی خوب است، گزاره میشه. بله. و امروز ما هم دیگه یک خواهش بگم از تان داریم، اگرچه شما سر دخل شدین جای تانم حتما گرم است، امروز ما میخواییم که هم بر ما سیخ بزنیم هم بر ما پخته بکنیم، که دیر وقت هاست من منتظر موندیم که امروز بیم بخیر دستپخت شما رو مشجام بکنیم. چرا نه، از آر دفعه این ممروی شما میریم، اول در گوشخانه سپرتون میزنم، بعدن باز اگه خواستیم که همین چه قسم گوشت ریزه میشه. بله بله. خوب است که همتنهای ما هم ببینن. اصلا خب وطندارا زیاد طرفدار به می هستن. بله. پیدا بکنن که چرا کباب ما با مزه نمیشه. حتما دیگه اون گپ هست باشون بخیر شریکش بسازه. بخیر باشین. اینمی هموطنهای ما هم برشان میرم ریزر اول برشان میریم شله کشی میکنیم که گوشت پرده کشی شود. دیگه چیزی مواد اخته است. اخته میکنیم اونا میم سیخ میزنیم. هم میشه بخیر برای شما یک قربانتان برای وطندارای ما این دوست عزیز، این براتون یک توفیق خوب از طرف حاجی صاحب که شاید به هر کس نمیگن. امروز دیگه بنابرای که ما خواهش کردیم بر شما یاد میتن که چطور میتونید یک کباب خیلی خوب با مزه آماده بکنید. اگر به اندازه کباب خاله گل نمیشه ولی نزدیکش میرسین دیگه. خب آجی صاحب بیجه بخیر دیگه نوبت شلق کشی گوشت است. اینمی زیاد مهم است دیگه به کباب. ما این استخوان از گوشت ادا میکنیم در قدم نخست دوستا، بعدا میخواییم شلق کشی کنیم. این قسمت ران است که مخصوص کباب میشه. بازیرم قصابای ما چی میگن؟ قلم میگن خسیله. این پرده یکای نازک هستی گرفته شد. خب آماده ریزه میشن. کدام شلک میگن؟ کدام قسمت های زیبی شله است؟ اینمی قسمت های شله داره دیگه. خب اینی باید جدا میکنیم؟ بله، اینمی باید جدا شمه. قسمت هایی که گوشتک های نازک شه است بخاطر شامی جمع میکنیم. مثلا این شکل اینمی است که مانع میشه کباب ما نرم نمیشه، خوبش نمیشه. بله، اینمی یک قسم پلاستیک که نازک بود در این گوشت است. همی برداشته میشه. اینمی دیگه اینم جدا کردم. مثلا اینی توتی گوشت ما این شکل جدا میکنیم. خب بسیار خوب. یعنی زمانی که اگر میخواین به خاطر که کبابتون خوبتر با مزه بیایه و اینمی شلک کشی گوشت خیلی مهمه، خیلی بله. اساس است برای کباب. بله. و یه مهارت کار داره که باید برای جدا کنی همراهش گوشت نره. بله. یه دوستا عزیز براتون راحت به این شکل ریزه میشه. یاد میده که چطور میتونین خیره که ریزه کردیم باز دیگه آماده اخته کردن میشه. به می اندازه گوشت دنبرم ریزه میکنیم. بله. خب بسیار خوب. این قسمت هم شما یک بخش گرفتیم که کاردم خوب تیز است. مقصد اگر جای دیگه بخوره بیم برم. الحمدلله کاردم بگفتی نمیکنه. اگر بگفتی کنه با دست ما رو میبرم. این گوشت ریزه کردیم برادر عزیز. آماده اخته زید. یا آماده اخته میشن. دیگه اخته هم قبلا برتون توضیح دادم که
نمک است، سیر است، آب پیاز است. فقط همین دیگه. بله. یک چیز دیگه سو باز باشه دیگه. یک کمی چیز است باز مامو قصه هم پالوان نشه. خیلی سر قصه هم. مقصد اینمی تقریبا 80% شما کبابی شدین. کبابی شدین. بله سوال کردین ما با جواب دادم. 80% شما از نظر ما کبابی شدین که بخیر اینه. شما کباب جور کرده بسیار راحت جور کرده میتونید. شما بخیر و سلامت باشین. قربانت الان مهربانی کردین و آل بخیر میریم سیخ میزنیم بر ما دیگه. بله باز بخیر پختن میکنیم نوشه جان میکنیم. بله پختن هم به شرطی که باز خود شما هم سهم بگیرین در پخته کردن. انشالله حتما بخیر هستن. خدمت خدمت هستو میریزه کردن هم دیدیم. قربانت میریم بخیر آل آماده پخته شد کباب. کباب نوشه جان میکنیم. بسیار خوب است. بریم خیلی خوب. دوستان ما رسیدیم به جایی که آقای صاحب دیگه کباب اخته میکنن و سیخ میزنن. امروز بخیر اوتو براتون میگه که چطور میتونه کباب خوب اخته بزنین و شلک کشی کنین. آقای صاحب اما تا یک مختصر برای ما بگوین که گوشت از قصابی که آوردین چی کارا میکنین؟ گوشت که از قصابی آوردیم اولین کار میکنیم گوشت استخوان کشی میکنیم. بعد از استخوان کشی کردیم باز این شلک کشی میکنیم. اینم شلک کشیش؟ بله. چه قسم از دیگه؟ کلیش کل شله کشی شده چی شده میکشه؟ اینا شله کشی شده است، اخته شده است. یعنی ما شما میبینیم برای دمیری دان سیخ میزنیم اینا اخته شده است. خب دیگه گوشتی که از قصاب میاریم ما اول استخوان کشی میکنیم بعدا شله میکشیم بعدا بازو را اخته میکنیم و مواد اخته هم که او را مهم است. بازم عرف پالوان ها که پالوان یک چاله نگاه میکنه. خب باز من میگم که اون چاله ما هم نگاه کردیم کمتون. اینمی نمک است، نمک طبیعی خود ما و شما است، سیر است، آب پیاز است، غوری انجیر است. همین چهار مثال هم گوشت را اخته میکنه. 12 ساعت در اخته باید بانیم. بله که گوشت خود نرم کنه و هم مزدار باشه. همین 12 ساعت؟ بله. دیگه معمولا کارتون گوشت گاو هست دیگه؟ نه خیلی گوشت گوساله است. بله یکون وقت زمان میشه که گوشت گوساله کمی کمچین است باز از برام استفاده میکنیم. بله باز چطور است از تفاوت گوشت برا خوب است برای کباب یا گوشت گوساله باشه؟ هر دوش خوب کباب میشه. خب باز هم همون گپ پیشتر ما شما که همین تعلق به زیادتر به اخته داره. اخته داره. بله هم پرده کشی درست شده کمی گوشت گوسفند زمانگیر می باشه در ارتباط اختش. باز گوساله که وطنی باشه خیلی خوب طعمش خوبش میاد. خب بله. چند دانه شاگرد دارین؟ از شاگرداتون چطور است؟ چقدر چه وقت کار کردن؟ ماشاءالله هستن شکر یک 8 9 10 نفر هستن دیگه. فرزندای ما هست، برادرزاده ما مثلا بله همین فعلا اینجا هست. این حبیب جان هست، برادرزاده ما هست، بچه حاجی صاحب عبدالمنان بود. این حسیب الله جان هست، بچه رحمت الله جان احمد زیا هست. اینا هم برادران هست دیگه. دین محمد اینا هم یعنی اگر از نام برم دارن مثلا. بله دین محمد جان هم از جمله قومای مادر بچه ها میشه. اینا هم با ما همکار هستن از اقل شاید یک 10 سال 11 سال شب اینا. خب بسیار چطور هستن کمی که بکه و پختن بلد شدن و نشدن؟ خوب است. زیادتر دین محمد جان دیگه هست داخل گوشخانه میبوده باشه و داخل دوکان کار میکنن. در سر کوره و قدر اینا چی نکنن تجربه ندارن. بله. چقدر وقت باید زمان میگیره که یا سر کوره است تا چند کباب پخته بکنه؟ یا وقت زیاد کار داره؟ خب اگر نظر به علاقه مندی خود شخص است کسی میگه که من باید همین کس با یاد بگیرم به زودترین فرصت یاد میگیرم. یکان تا از کمی علاقه مندی نشان نمیتن باز او دیرتر یاد میگیرم. دیرتر یاد میگیرم. خب بسیار خوب. اینا رو بخیر برای ما یک چند سیخ کباب سیخ بزنین و بریم پخته کنیم نوش جان بکنیم ببینیم که بله. ما دیر وقت البته نخوریم اگر چه مشتری تو نستیم میایم اکثر وقت تو خانه میبریم. هزار دفعه چاره همراه خانواده امروز بخیر همراه همکارا آمدیم و خواستیم که ما خو بله امروز خوب باید با شما کباب بتیم به خاطر از اینکه ما یک عننه از قدیما داریم که میگه برفی شدیم دیگه. حالا شما دیگه هر سلایی که سر ما بکنیم که بگن قربان چقدر کباب شامی این ما در خدمت هستیم. لطف مهربانی میکنیم بخیر و سلامت باشین. شما دیگر نوش جانتان که چقدر که شما اشتیاق داریم ما در خدمتتان هستیم. سلامت باشین. خواهش میکنیم. ما دیگر علاقمند سرسخت هستیم که دستپخت شما رو نوش جان بکنیم.
و کباب خلاگل قسمی که گفتم بر دو سال در مزار شریف، یعنی خرد و کلان، پیر و جوان از این کباب نوش جان کردن و همگی میفهمند که چی مزه و چی کیفیت داره. نیاز به این نیست که ما تعریف و توصیف بکنم. دیگه من به صبرانه منتظر هستم که امروز دست پخت خود آقای صاحب که خودشان سیخ میزنن، خودشان برای ما پخته میکنن، نوش جان میکنیم. ما در خدمت هستم، من برتون کباب سیخ میزنم. خیر والا سر خرمنش هستم، یک قیل زیاد میزنم برای شما. خب یعنی بر ما لطف میرونی میکنن یک قیل زیادتر و انشالله اگر شما در دور نزدیک هستین، هر وقتی که فرصت داشته باشین آقای صاحب در خدمت است و خوبترین و بهترین کباب اگر میخواین در این فضای سرد در هوای زمستان نوش جان بکنین، مهمان نوازا در همیشه وقت در خدمتتون بود و خدمتتون هستم. ما در خدمت هستیم، در خدمت همشهریان ما، هموطنان عزیز ما هستیم. دیگه ما کوشش میکنیم که یک لقمه‌نانی که تهیه میکنیم با کیفیت باشه که مسلمانی که پیسه را میده خودشان خیر ببینه بگه، نفسشان خیر ببینه میگه، ما هم از پیسی از اونا خیر میبینیم. بله بله. انشاءالله که باز درهای نیک و خوب و درستش مصرف میرسن. باید صاحب یک موضوع دیگه امید خب از این مامد که نه تنها از این که مردم میان به خاطر خوردن کباب، اما تو خبر شد که جای خانوادگی فامیلی هم تیار کردین. بله، اگر برای فامیلی هم میتونن. بله بله، جای فامیلی هم شکر است دیگه بخیر. مثلا بعضی دوستا تقاضا میکردن که ما امی کباب که در خاطنان میبریم به مثل دسیخ و قدر مزن میتن. بعضی کسا خانه شون دورتر است و یخ میکنن. بله بله، باز اینا خواهش کردن که یکان جای فامیلی جور بکنن. بازم تو یک جای فامیلی هم آماره ساختیم که میتونن دوستا از او استفاده بکنن. میگه بخیر این دکان برادر ما که بچه های کشان جور کردن، اینا هم بخیر یک بخش فامیلی میداشته باشه. وطندارای ما براحتی امرای فامیلی محترمشان آمده بخیر نوش جان بکنن. بله. و یک موضوع دیگه میخواستم که نه بخیر ماه مبارک رمضان نزدیک شده، در ماه مبارک رمضان بخیر چی پلان ها چطور است فعالیت دارم؟ خیر ببینید، انشاءالله ما در ماه مبارک رمضان هم هستیم، همی افطاریه داریم. تقریبا پیش از یک سال یا نیم ساعت پیش از دیگر آمادگی میگیریم. باز بخیر، چون الحمدلله مسجد مبارک هم روبری دوکان ما هست، بلیم الحمدلله دوستا و هموطنا هم میان نماز خواندن. باز پیش از نماز اینا میان کباب فرمایش میکنن و ما هم پخته میکنیم. بعضی هاش قاتلان میگیرن، برای قاتلان هم آمادگی میگیریم. وطندارای ما شما میان از این کباب باز استفاده میکنن، روزشان هم بخیر افطار میکنن. یعنی در ماه رمضان فعالیت میکنیم. بله، فعالیت ما در ماه مبارک رمضان هم هست. اگر مشتری ها باز تقاضا کرد، بعضی وقتا یکان شاگردای ما یکان انتقاد هم میکنه سر ما، میگن شما ما را در روز عید هم نمیمانین. خب مگم چطور کنیم؟ بعضی مشتری ها مشتری هست نمیشه. بله بله، حتی من خودم شاهد هستم که در ماه دریب قربان که همگی در خانه گوشت میخورن، گوشت هست، ولی نوز هم پیش شما من به خاطر خوردن کباب مشتری میداشتن. بله بله، من مشتری ها کباب میگه جور بکنیم، ما در خدمت هستیم. شرا نه شکر، ما هم خوش هستیم از کار خود. بچه ها با کار برتون برکت، خسته نباشین. نباشین، خیر باشین، خوش باشین. جور کردنش یاد داده بودم، من خود شما یاد داشتین. نه خوب هستم، دستم کمه کنم. اینا خود دستم شهر ما ناجی صاحب. بس تا از همه قدر شما پخته کردین، همین زحمت با قابل با واقعا هم خیلی جان شیمه کار داشته به خدا. اینا بخیر، کباب ما یخریه شد آماده، دو آتیشه شد تف خورد. یعنی یک دوره دیگه میتیم خلاص، یکی باز اخته خوب شد، باز راحت خوب پخته میشه دیگه. طبیعیست، ولی یا اخته که برابر بود با خوب پخته میشه، خوب مزه دار میه. اگر اخته را درست نگیره وقتش پوره نشه، باز به این طعم و کیفیت نمیه کباب. به خاطر ما در خانه که میگیم سیاه و کبود میشه، نوز هم نرم نمیشه، امروی دندان جنگ میکنه. بله، اما اخته درست نمیشه دیگه. کل اگر بگم که به اصطلاح زیادتر اگر بگویم 60% کباب مؤخته کباب میسازه. بله.
بله، این پختر بسیار عادی است، پخترش بقدر چی نیست، مشکل نداره. روی میشم از بیشتر با شما کباب با شما نزدیک و پخته شدن است. بخیر بخیر. زمان پخته شدن یک دور کباب هم 90 ثانیه که میشم مادر یک نیم دقیقه. خب بسیار خوب. اینا قدر با جزئیات براتون گفت که دیگه شما راحت میتونن در هر جایی که هستین کباب پخته کنین، از شله کشی تا اخته و تا پختن و سرکوره براتون کلش راهنمایی کرد. کباب مشبا آماده شده. خب بسیار خوب. بخیر شما باز میریم و شما گرم گرم جان بکنیم انشاءالله. بخیر انشاءالله. گفتی شما در این روزای خونم که برکی میگه بس مزه کباب دو چند میگه یعنی کباب هم پخته کدم. شما اینجا سر میز بالا کنین که بچه ها دیگه نبره شما. آها آها بسم الله نام خدا. کجاست؟ اما من نیست اینا امیر بخیر تنظیم کن که با بین روش جان میکنم. ولی صرف شما امروی ما بریم دیگه خیلی ما امروی تان اصلا روش جان میکنیم. بریم خیلی بریم که از این بیشتر تحمل نمیشه زیاد گوش نشدیم. خب ایران برای ما گفتی خدر زیاد بله. ما خب بیشتر برای تان گفتیم یک خب برفی خب آسان گم نبوده نه خب ما خدر توان نداریم دیگه. خوشبور از شما یک شروع کنیم بخیر شاید کمبت کنه برای ما شما بردم. هزوی کمی لحظه بیننده هستین برنامه رنگ زندگی رو من رایت صاحب و داخل کبابی هستیم و شما دیگر کل دیدین که ما چی کارا کردیم کجا رفتیم و بالاخره کبوم آماده شد دور از دلکتان. ای کاش که شما موضوع می داشتیم که با هم یک جون نوش جان میکردیم. بسم الله بگیم رایت صاحب دیگر بفرمایید. این ما شروع کردم. خب بسیار خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم و سلامت هم سر بامزه است. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط علیم تا جسد جان علیم از علیم نوش جانتان. شما هم در پخته کردن از این کباب سهم گرفتن زحمت کشیدن رسی شما هم با مزه بود. قربان تو مزه. زمستان هم یک کباب شما دیگر این چکاب هست. خواه خواه بسیار خواه شما میمانی ویژه هستیم بعد از دوستا که تقاضا میکنن بسیار خواه بلشان در چکابه رفته باشه با چکابا میهن برشان دور میدونیم برای وطنداره عزیز ما که چکابه خور هستن. باز میگه که آجی هم چکابه را رایی کن. باز از سر کوره ما صدا میگونم که چکابه را برشان گرم کنن ببریم. باز چکابه چقدر مزه جاد هست؟ آجی صاحب قدر مزه داره ای که همی به سلام دعا به کباب هم چکابه هست دیگه همی کل مزه جدم چکابه میره دیگه. بله یکان قومه ما که از کابل میه باز میگه که برای ما باز یک ذره چکابه نگاه بکنی که ما چکابه خوردن میهیم امرای کباب. بسیار خوب بسم الله الرحمن الرحیم.
خواهش محترم، جهان سپاس از بابت مهربانی و میزبانی و کباب لذیذتان که بر ما دادین. خیلی خوشحال شدیم کنارتون چند دقیقه بودیم و یاد گرفتیم که چطور میتونیم یک کباب خوب با مزه پخته کنیم. برادر خیلی خوش آمدین، خدا کنه که برفی که ما شده بودیم مهمانی که کمی به اصطلاح قدر تشریفات نه نه خواهش میگم، فقط کبابتون برای ما همه چیز بود دیگه. قربانتون، خیلی خوش آمدین. برای هموطنان عزیزم صدای ما میشنون، یک سلام گرم زمستانی برشان تقدیم میکنم. اگر در بیرون از وطن هستن یا داخل از وطن هستن، سلام برای فضیلاش هموطنان عزیزم، سلامت باشین. قربانتون بایزد باشین. و جهان سپاس از شما که برنامه رنگ زندگی رو بیننده هستین. این بود برنامه امروز که تقدیمتون شد. تا دیدار و صحبت‌های بعدی علیکتان بلای پاک عمل میگذارم. شاد و محفق و پیروز باشین. بازم براتون میگم دو روز زندگی است. اگر فرصت دارین بیاین از کباب لذیذ و بامزه خاله‌گل نوش جان بکنین. پناهتان به خدا.